هری پاتر جزء مجموعه‌ایه که وقتی که وارنر اومد اعلام کرد قرار از روی کتابای رولینگ بیاد و فیلم بسازه خیلی‌ها رو هیجان زده کرد و همه منتظر بودن که این مجموعه رو ببینن و یواش یواش هم کلی محبوب شد و هنوز هم محبوبیت‌های خاص خودشو داره و هر کس که توی رد سنی دنیای هری پاتر قرار میگیره شروع میکنه به دیدن این مجموعه فیلم‌ها و نکات ریز و درشتی هم توی این فیلم‌ها و سکانس‌های مختلفش پنهان شده و مطمئناً خیلی‌هاشو دیدید و اینجا می‌خوام در مورد چند تا از اون نکته‌هایی که مطمئناً وقتی که داشتید فیلمو می‌دیدید از دست دادید با هم دیگه صحبت بکنم که نکاتی که نیاز به دقت بیشتری داشته متوجهش بشید. فقط قبل از اینکه بخوام این ویدیو رو شروع کنم حتما یادت باشه که یه لایک به این ویدیو بدی. همونطورم که می‌دونی من شاهینم و عزیزم که روی این ویدیو کلیک کردی ازت ممنونم. بریم سراغ نکاتی که از دست دادید. مهارت‌های کویدیچی که هری داشت وقتی که برای اولین بار وارد مدرسه شده بود و اتفاقاتی گویه افتاد با اون سکانسی که سوار چوبای جادوشون می شدن و اون کمکی که رفت به نویل کردش اونجا بودش که پروفسور مینروا اومد و اونو پیدا کرد و متوجه شد که استعدادهای زیادی تو این ورزش و مسابقه داره. ولی اولین ایستریک و ساده‌ترین ایستریکی که تو این فیلم وجود داشت همینجا بودش، یعنی میمد به مهارتایی که خود پروفسور مینروا داشت اشاره میکرد. اونجایی که هرمیونی و از طرف دیگه رون میان با هری میرن سمت اون جایی که جایزای کویدیچ رو نگه داشتن و اون پلاکی که میبینید که برای پدر هری بود و توی اون ویترین هستش، اون گوشه رو اگه نگاه کنید دارید متوجه میشید که سال 1971 زمانی بوده که خود مینروا هم برنده این جایزه شده. وقتی که هری و رفیقاش توی مدرسه مستقر میشن جایی وجود داره که دارید میبینید جغدا میان و نامه های بچه ها رو بهشون تحویل میدن. اونجا یه نکته وجود داره و اونم در مورد ریممبرالیه که به نویل داده میشه و اگه نگاه بکنید وقتی یه کسی یه چیزی رو فراموش کرده باشه اون تو یه سری دود قرمز رنگ جمع میشه. ولی خب مشکل اصلی این بنده خدا این بود که اصلا نمیدونه چی رو فراموش کرده که حالا اونا قرمز بشه. خب خودش هم میدونه چیزو نیورده ولی اون چی بود. اینجا اگه یه مقداری به این سکانس دقت میکردید کاملا مشخص بود که همه اون شنلای مشکیشون رو پوشیدن ولی این اصلا شنلشو با خوش نیورده و به خاطر همین هستش که وقتی که گوی تو دستش میگیره قرمز میشه. وقتی که سری فانتاستیک بیست شروع به پخش کردن کرد همه حسابی هیجان زده شدن به خاطر اینکه با یه شخصیت دوست داشتنی به اسم نیوت آشنا شده بودیم. ولی خب این اولین حضورش توی دنیای هری پاتر نبودش. توی فیلم زندان آزکابان جایی هستش که برادرای ویزلی میان و یه نقشه رو به هری میدن و اون نقشه افرادی که داخل مدرسه دارن حرکت میکنن و جادوگرایی که هستن رو به اون نشون میده و اسمشون رو مینویسه. دقیقا تو همین نقشه اگه نگاه بکنید اون گوشه توی نزدیک اون سالانی که وجود داره اسم نیوت هم نوشته و داره نشون میده که اون شب نیوت هم وارد مدرسه شده بوده، حالا یه سری کار داشته انجام میداده که تئوریای زیادی هم براش وجود داره. یکی از سکانس غم انگیزی که توی سری فیلم‌های هری پاتر وجود داره توی قسمت اولش جایی که اون آینه رو می‌بینیم و اون تصویری که پدر مادر هری بهش نشون میده و نکته مهمتری که اینجا وجود داره اینه که اون تصویری رو نشون میدادش که خاصه قلبی طرف مقابلش بود. یه نوشته هم بالای اون وجود داشت و شاید اگه نگاه کنید میگه چه نوشته چرت و پرت چی داره میگه این نوشته، ولی باید بهتون بگم که اون نوشته معنا داره. فقط مشکلش اینه که برعکس نوشته شده و اگه بخوایم اونو درست بخونیم و کلماتشو کنار هم دیگه بذاریم داره میگه که من تو این آینه تصویر تو رو نشون نمیدم و اون نیت قلبی تو رو بهت نشون میدم. توی فیلم هری و تالار اسلار یه نکته وجود داره. اونجا که دارید میبینید خانواده ویزلی ها میان از توی شومینه میرن به سمت کوچه دیاگون، اونجا هری اشتباه میزنه میره توی کوچه ناکترن و نکته مهمی که وجود داره اونجا که هاگرید میادش دنبالش وقتی که دارن حرکت میکنن برن بیرون از اون کوچه دارید میبینید که کنار یه کتاب فروشی رد میشن و توی ویترین کتاب فروشیه کتاب هری پاتر رو داره میفروشه و اگه خب هری حواسش بود کتابو میخون آینده رو میفهمید و این صحبت ها که البته یه شوخی بود اینجا کردم. یکی از شخصیت های شرور و البته رومخی که توی مجموعه فیلم های هری پاتر وجود داشت پدر مالفوی بود. اونجا که هری میادش و به دابی یه جوراب هدیه میده و اونو آزادش میکنه اگه نگاه کنید میبینید که لوسیوس خیلی عصبی میشه و دستشو میبره به چوب دستی خودش میخواد یه وردی رو اجرا کنه.
ولی وسط وردرجو کردنش دابی میپره و نمیذاره کلمه رو کامل بگه. اگه به اون کلمه گوش بدیم داره میگه آوادا، یعنی میخواسته ورد آوادا کدابرا رو اجرا کنه بزنه هری بپکونتش اونجا. نکته بعدی که میخوام بهتون بگم برمیگرده به فیلم هری پاتر و شاهزاده دورگه یا نیمه اصیل و یکی از سکانس‌های جالب و هیجان انگیزی که دارن به ما نشون میدن، اون هرج و مرجی که داریم اونجا میبینیم و افراد ولدمورت که میبینیم وارد شهر شدن و اون پل لندنی که خراب میکنن و اسمش هم پل هزار است. ولی خب این اتفاقه یه مقدار اینجا مشکل داره، اونم به خاطر اینه که اتفاقاتی که توی فیلم جریان داره 1990 داره به ما نشون میده. وقتی که اون پل میزنن داغون میکنن تو اون زمان اصلا نباید اون پل اونجا وجود داشته باشه، چون تو سال 2000 افتتاح شده. اون نقشه‌ای که در موردش با هم دیگه صحبت کردیم که ویزلیا به هری میدن و میتونه موقعیت جادوگرا رو متوجه بشه، یه اشتباهی توی کلماتی که نوشتن داره. اونجا دارید میبینید که نوشته مونی بوده. چرا این همچین اتفاقی افتاده؟ این یه غلط املاییه که از عمد اجرا شده و اومدن یه شوخی کردن با ناظر جلوه‌های ویژه یعنی کارل مونی تا اونو بذارن سر کار. یه شوخی دیگه مشابه همین توی هری و جام آتش وجود داره و اونم اینه که شما توی سری فیلمایی که حالا از هری پاتر دارید میبینید، یا بهتر بگم کتابایی که رولینگ نوشته، دارید متوجه میشید که به حیوانا خیلی اهمیت میده و یه کاری میکنه که اونا آزار اذیت نبینن و حمایت میکنه ازشون. توی این فیلم اتفاقی که میفته اینه که اون اوایلش که دارید نگاه میکنید یه چند تا اژدها میبینید که توی قفسن و در انتهای فیلم، یعنی وقتی که میرسیم به تیتراژ فیلم، اگه نگاه کنین کارگردان براتون یه نکته جالبی رو گوشه و اینجا نوشته که هیچ کدوم از اون اژدهایی که توی سکانس ازشون استفاده شد آسیب ندیدن و همه سالم هستن. و خب اینم شوخی جالبیه که اینجا به فیلم اضافه کرده بودن. کتاب و فیلم های هری پاتر به این معروفن که به جزئیات و نکته مهم خیلی دقت میکنن. توی فیلم محفل ققنوس جایی که دارید اون میز غذا رو میبینید که تو اون سالن گذاشتن و کلی غذای مختلف اونجا وجود داره و باید بهتون بگم که تمام غذایی که اونجا روی میز واقعی هن و در کنارش هم حتی یه سری غذایی اومده بودن، یه سری برندا درست کرده بودن و بیرون از این فیلم هم اون غذا رو دارن میفروشنشون، مثل مثلا برند لانفری که یه بسته مواد غذایی هم درست کرده که مثل برشتوکینا میمونه و اسمش هم چیریه و میبینیم که تو خود فیلم هم وجود داره و توی دنیای واقعی هم وجود داره به فروش میرسه. توی فیلم محفل ققنوس یه جایی هستش که آرتور و هری با هم دیگه میان توی لندن و خب آرتور یه مقدار تعجب میکنه اون وسایلی که توی شهر وجود داره و وقتی که میرسن به اون باج تلفن قرمز رنگی که وجود داره، اونجا جایی که هری تعجب میکنه، چون اون ورودی بودش که به وزارت سحر و جادو میرسید و یه نکته مهمی که دیده میشه اون عددیه که آرتور شمارهشو میگیره. اون عددی که اینجا آرتور میگیره 62442 که اگه بیایم روی صفحه کلید بهش نگاه بکنیم و حروفشو کنار هم دیگه بذاریم کلمه ماجیک نوشته میشه. فیلم شاهزاده دورگه جاییه که هری خب بالاخره تبدیل به کاپیتان تیم شده و یه شماره تنشه که شماره خوششانسی اونه و اون عددی که تنشه میبینید که روش نوشته 7. این 7 داره اشاره میکنه به قسمت هفتم و جایی که قرار ولدمورت بیاد سراغش و درگیری‌های بزرگی با هم دیگه داشته باشن و خب اینجا داره یه اشاره‌ای به ادامه مسیر و این که این شماره میتونه شماره شانست هم نباشه اشاره میکنه. یکی از شخصیت‌هایی که توی هری پاتر تالار اسرار وجود داشت اسمش گیلروی بود و در مورد اون متوجه شد که کلاهبردار و دروغگو آدم مزخرفیه. اینو میشه زودتر فهمید، جایی که رون و هری میرن توی اتاقش روی میزش اگه نگاه کنی یه کلاگیسیه که رنگ بلوندی هم داره و داره نشون میده که این آدم کلن اهم و اولم کلاهبردار بود و هرچی که میگفته چرت بوده، موهاش هم فیکه. معمولا توی سری فیلم‌های هری پاتر شما دارید متوجه میشید که جادوگر علاقه زیادی به وسایلی که حالا انسان‌ها استفاده می‌کنن ندارن و دور و برش نمی‌پلکن، ولی اگه متوجه شده باشید خیلی به کتابا و شعرها و ادبیاتی که انسان‌ها دارن توجه می‌کنن. این نکته رو میشه توی فیلم زندان آزکابان هم دید، اونجایی که هری پاتر اینا میرن تو اون حالا میخونه‌ای که هست و جایی که می‌بینید اونجا وجود داره. یه نکته که وجود داره اینه که دارید می‌بینید یه نفر از اون جادوگرا نشسته داره کتاب تاریخچه مختصر زمان استیون هاپکینگ رو می‌خونه. ما از فیلم های هری پاتر و کتاباش متوجه میشیم که چوب دستی هر نفر نشونه شخصیت اونو داره، یه طورای اونو تا
توضیح میده. یکی از سکانس‌هایی که وجود داره در مورد کاراکتری به نام اسلاکوریه و اگه به چوب دستی اون نگاه کنید متوجه میشید که دستش دوتا شاخه زده ازش بیرون که شبیه شلاق یا میشه گفتش که دوتا شاخه و وقتی که میاد جلوتر اگه نگاه بکنید میبینید با رنگ مشکی و نقره‌ای هم دیزاین شده و یه طوری داره نشون میده که اون طرف خیلی تجملگرا هم هست. یکی از سکانس‌هایی که توی جامع آتش وجود داره اونجاییه که شما میرید در مدرسه‌های مختلفی اونجا یکی از اون مدرسه‌ای هم که میادش اونجا بوکس باتومه و دارید اون رقصی رو میبینید که ابتدا انجام میدن خیلی منظم و شیک و درجه یک هم کارشون رو انجام میدن و حسابی همتون کف میکنید از این نظمی که دارن، ولی هرچی که جلوتر میره متوجه میشید که این نظم ازشون میفته و میفته و میفته و آخر سر تشویقی دارن میکنن خیلی شبیه به تشویقی که آدمای عادی میکنن و داره نشون میده که کاملا هر کاری که داشتن میکردن ادا اصول بوده. فقط همیشه توی فیلم های هری پاتر یه مقداری به آینده مسیر حالا توجه شده و یه پیشبینی براش پیش اومده بود. یکی از اون جا توی قسمت اول بود، جایی که حالا هری و رون در مورد شطرنج با هم دیگه صحبت میکردن و اون آموزشی که وجود داشت و جلوتر هم اتفاقی که افتاد دیدیم که یه شطرنج واقعی اومدن به ما نشون دادن که حرکت جالب و خوبی هم بودش. در مورد این پیشبینی ها بازم تو اتفاقات داستان مختلف پیش اومدش، ولی خب یکی از جاها که خیلی مهمه و داره به آخر ماجرا اشاره میکنه توی جام آتش، جایی که داریم میبینیم دامبلدور میادش و هری رو میکشه یه گوشه و در مورد بارتیموس بهش حرف میزنه و چیزایی که بهش میگه، میره سمت یه ویترینی که توش وسایل جادویی وجود داره و اگه اون گوشه رو نگاه کنید داریم متوجه میشید که یه هرمی وجود داره و وسطش هم یه گویه و این داره کاملا اشاره میکنه به یادگاران مرگ و داره جلوتر خودش رو پیش بینی میکنه. مراحل ساخت فیلم میدونید که کار سخت و دشواری و خب معمولا میان سعی میکنن که هزینه ها رو بیارن پایین تر و یکی از اون کارهایی که انجام دادن برای پایین آوردن هزینه توی قسمت سوم فیلم دیده میشه، یعنی زندان آزکابان، و جایی هم هستش که میان برای اینکه صدا برداری مقدار ارزون ترش بکنن از این دستگاه های بی سیم استفاده میکنن، میکروفون های بی سیم وصل میکنن به کمر بازیگرا میفرستنشون تو و این باعث میشه که اشتباهی بزرگی توی سکانسایی که دارن فیلم برداری میکنن دیده بشه. اگه نگاه بکنید جایی که هری و هرمیونی هستن و هر جایی که دارن حرکت میکنن کاملا اون قلمبه‌ای که از پشت لباسشون بیرون زده کاملا دیده میشه و خب این یکی از اشتباهاتیه که موقعی که داشتن فیلم برداری میکردن خودشون زیاد بهش توجه نکردن در کنارش، ولی خب همونجا تو همون فیلم به خیلی از نکته‌های مهم توجه کردن. یکیش همون جاییه که اونا سفر در زمان انجام میدن و میان خودشون که دارن تماشا میکنن اون سکانسی که روبرون هست رو داریم میبینید و اون جایگاهی هم که داشتنم میتونید اون پایین ببینید که دست هرمیونی معلومه و خب اینطوریه دیگه، یه سری نکته ها رو اینطوری بهش توجه میکنن، یه سری چیزا از دستشون در میره. توی همه فیلم هم هست. یکی از سکانس هایی که توی انتهای فیلم وجود داره جایی که شما دارید مالفای میبینید و زنش و بچه‌شو. یه نکته بعد بهتون بگم، اون خانمی که اونجا دارید میبینید اسمش اولیویاس و دوست دختر تام توی زمانی بودش که حالا داشتن این فیلمو میساختن و اونم جزو تیم بدلکاری فیلم بوده که اینجا هم تو این سکانس بازی کرده و اگه هر موقع احساس کردید که آدم بدشانسی هستید به این خانم توجه زیادی داشته باشید، چون توی سکانس آخر اومد و گفتش که ادامهشو بخوام بسازم منم هستم، ولی خب دیگه ادامه ازای ساخته نشد. یکی از سکانس‌های قشنگی که توی فیلم وجود داره و اتفاقاتی که توی ریتم داستانی هستش عشقیه که حالا رون به هرمیونی داره و خب برعکسش هم هست، ولی خب اون کمتر نشونش میده و یه جایی که میشه این عشق رو خیلی زیاد دید و توجه رون رو به ما نشون میده توی قسمت سومه، جایی که داریم میبینیم هرمیونی میادش با اون گردنبندش تو زمان سفر میکنه، هی جابجا میشه میره میادش، کسی زیاد متوجه نیست که اون داره چی کار انجام میده، ولی رون تنها کسیه که به خاطر اینکه همش حواسش به اون و زیر نظر دارتش متوجه این حرکتای مشکوک میشه. یکی از سکانس‌های جالبی که توی جام آتش بود اون رقصی بودش که میان هری اینو انجام میدن و اگه نگاه بکنید سکانس‌هایی که از هری فیلم برداری شده یه مقداری عجیب غریب‌تره نسبت به سکانس‌های بقیه کاراکترامون و اونم به خاطر اینه که خود رادکلیف وقتی که اومد صحبت کرد گفت من زمان کمی داشتم که بتونم رقص تو اون سکانس رو یاد بگیرم براش آماده بشم، به خاطر همین فیلمبردار رو مجبور شدن که سکانس رو یه طوری بگن که از کمر به بالای من معلوم باشه و حرکت پاهمو کسی نبینه که متوجه نشن که هنوز تو این رقص حرفه‌ای نشدن.
توی پارت اول یادگاران مرگ یه سکانسی هستش که هرینا میرن میشنن توی کافه و خب وقتی که وارد اونجا میشن یه پوستر روی در دیواره و اون پوستر برمیگه به نمایش نامه ای که رادکلیف بازی کرده بود و به خاطر اینکه حالا نشون بده دیگه بزرگ شده و میتونه توی فیلم های مستقلی هم بازی بکنه رفته و سراغ این نمایش نامه و میبینیم که اونو وارد فیلمش هم کردن و میتونید پوسترشو اونجا هم ببینید که وجود داره. قسمت اول هری پاتر و سنگ جادو جاییه که اسنیپ میادش و با صحبتایی که با هری داره انجام میده دارید میبینید که هری یه چیزی که داره بر خودش یادداشت میکنه، اسنیپ فهم میکنه اون دایورت کرده و میاد سال بارونش میکنه و شروع میکنه سوالای مختلف ازش پرسیدن و ضایع کردنش، ولی هدف اصلی اسنیپ این بودش که یه پیام مخفی رو بهش بگه. اون بهش میگه که میدونی با ریشه آسپودل و وارموود میشه چی درست کرد؟ این سوال به خاطر این نیستش که اونو خرابش بکنه، چون میدونه که هری جواب این سوالو بلد نیست، ولی توی این دوتا کلمه‌ای که داره گفته میشه و به دوتا گیاه هم اشاره میکنه دوتا نماد مهم وجود داره. آسپودل به معنی زنبق و گل زنبق داره اشاره میکنه و به معنی نابودی درست و وارموود هم داره اشاره میکنه به غم و فقدان و دست دادن و ناراحتی بزرگ. اینا همه برمیگرده به خود اسنیپ، یعنی توی سکانس آخر جایی که می‌بینیم اسنیپ داره میمیره متوجه میشید که به هری برمیگرده میگه که تو چشما شبیه مادرته و دوست داره که برای آخرین نگاه توی چشای هری نگاه بکنه چون اونو به یاد مادرش میندازه و اینا همه برمیگرده به همون فقدان و ناراحتی از دست دادن بزرگی که برای جفت کاراکترها هست. و خب اینم نکته هایی بودش که توی فیلم وجود داشت و خب از این بیشتر هم هست، ولی خب سعی کردم اونایی که جذاب تره رو بهتون بگم. امیدوارم که دیدنش هم لذت برده باشید و فکر کنم 24 5 تایی شد در مجموع. امیدوارم که اگه شما هم نکته متوجه شدید و توی فیلم وجود داشته میتونید داخل کامنت ها حتما بنویسید. لایک و سابسکرایب و زنگوله هم یادت نره فعالش بکنید، اینطوری میتونید محتوای جدیدی که میسازم راحت‌تر دسترسی داشته باشی و بیای توی کانال ویدیو جدیدو تماشا بکنی و ویدیوی معرفی اسپیناف جدید دنیای گیم آف ترونز یعنی دانکنان ای هم برات میذارم اینجا، میتونی کلیک بکنی ببینی که داستان از چه قراره چیه به اون نشون بدن. و در مجموع دیگه حرفی هم نیمونه تا ویدیو بعد. بدرود.